در ادامه برنامه خوش آمدین هموطنان عزیز. خوشبختانه مهمان عزیزم هم رسید از راوندیا و یک مهمان فوق العاده شیرین زبانی، یک مهمانی که نام خدا ذهنیتش بسیار بالا هست و واقعا بسیار لایق هست. من میزبان عمر فیضی هستم، مهمانی که یک بار دیگر هم من میزبانش بودم. سلام، صبحت بخیر، خوش آمدی عمر جان. به نام خدایی که جان آفرید، به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. سلام بر شما، سلام به بیننده عزیز کمین اکنون از طریق تلویزیون یک مار تماشا میبینن. سلامت باشی. یخ نبود؟ هوا بسیار در بیرون بود، به سختی آمدی تا اینجا؟ بیدار شدن صبح وقت هم برد دیگه سخت است. بله. امروی کی آمدی عمر جان؟ پدر جانم. خب ما سلام داریم به پدر جان عمر همچنان. و عمر بر ما بگو روزگار چگونه مگذره؟ خوش مگذره؟ رخصتیات رسیده یا نه؟ نه خیلی رخصتی ها نرسیده، ما به درس ادامه میتیم. بسیار خوب. صنف چند هستی؟ صنف چهار. صنف چهار. برتان 15 قوس گفته که مکاتب رخصت میشه و شما آمادگی بر رخصتی دارین یا نه؟ خب اگر رخصتی شه و بازم من بیکار نمیشینم، درس میخونم. کدام پلان را بر جور کردی بر رخصتی هایت که بعد از اینکه مکاتب رخصت شوه باز چی کارا را انجام بدی؟ بله کورس میرم. کورس میری؟ بله. کورس هم اگر رخصت شوه باز چطور میکنی؟ کورس رخصت نمیشه. اگر که قرنطین شوه و اگر کرونا باشه رخصت میشه؟ همراه مادر جانم باز خانه میخونم. آفرین. دیگه کدام کتاب ها را قدر دیر مطالعه کردی از او باره که آمده بودی در برنامه تا حال بسیار یک فاصله زمانی زیاده شد؟ کدام کتاب ها را خواندی خودت؟ کتاب مشاوره تحصیلی و دیگه فکرت را عوض کن، زندگیت عوض می شود. دو کتاب را مطالعه می کنم. این دو کتاب را می خوانی؟ میتونی یک جمله که به دلت شته باشه از کتابی که فکرت را عوض کن زندگیت عوض می شود، از این کدام جملهش یادت هست بر ما بگی؟ تقویت حافظه. تقویت حافظه دی کتاب گفته شده بود؟ بله بله. که حتماً باید حافظه خود آدم تقویت کنه. بله. راههایش گفته بود دیگه، از کدام راه باید آدم بتانه حافظه خود را تقویت بخشه. بسیار خوب. عمر جان برام بگو که امتحانا هم نزدیک هست و اگر قرار باشه که رخصتی هایتان به تعویق بفته باید امتحانا بگرفته شود. در غیر صورت امتحان هایتان در ماه هوت میمانه. چقدر درس خواندی؟ کدام مضامین را بیشتر خواندی؟ مضمون انگلیسی، کامپیوتر و ساینس اکسفورد. ساینس اکسفورد. بله. اینا رو زیادتر خواندی؟ بله بله. بسیار عالی. امروز وقتی عمر آمد به برنامه گفت که من مطالعه در قسمت تعلیم و مطالعه کردن و کتاب خوندن بسیار زیاد است و ما عمر هم میشناسیم که نام خدا زیاد کتاب میخونه. معمولا کتابایی را که میخونه کتابهای معلوماتی هست. خودت از تعلیم کدام تعریفی داری پیش خودت که اقدر کتاب میخوانی مطالعه میکنی؟ بله، تعلیم از کلمه عربی گرفته شده و در زبان دری مترادف و آموزش است و به معنی آموختن و آگاه کردن کسی است و در اصطلاح عبارت است انتقال فهم دانش برای شاگردان و شنونده است. پس گفته میتونیم آموزش عبارت است علمی است که هر انسان به او ضرورت دارد، چی کودک باشه، چی جوان باشه، چی نوجوان باشه، هر سکون سالا برایشان علم ضروری است که باید علم بیاموزند. بسیار عالی. خود وقتی مطالعه میکنید یک جای خاص داری که میری میشینی کتاب میخوانی یا در خانه در کنار برادرکایت میتونی بشینی کتاب بخوانی؟ در خانه میشینم. عادی هست یا کدام شرایط خاص بر خود جور میکنی که یک جای آرام باشه، یک اتاق گرم باشه، یک دونه بالش در پشت سرت باشه، یک گلاس کافی یا چای باشه باز وقت کتاب بخوانی؟ نه ما اتاق جداگانه ندارم، در خانه میشینیم. عادی میخوانی در کنار همگی؟ بسیار عالی. یعنی شرایط خاص بر خودت ایجاد نمیکنی؟ نه. در وقت مطالعه کردن برادرکایت آزارت نمیده؟ نخیر. بسیار خوب. در خانه کی زیادتر تشویقت میکنه که کتاب بخوانی، مطالعه کنی و همچنانی که اقدر نام خدا سخنور خوب هم هستی؟ پدر جانت. بله. زیاد تشویقت میکنه؟ بله. در درس ها کی کمکت میکنه؟ مادر جانت. بله. کمکت میکنه. چند تا برادر و خواهر داری عمر؟ دو برادر، امروی دو خواهر. برادرهای تا باز زیاد خوش داری یا خواهرهای تا؟ خواهرم. خانه نری دیگه خب؟ چون که حتما بیادرکایت باز تا رو لط خواد کرد. نه خودم کلانشون هستم. خب خودت کلان هستی؟ هر دو برادر و خواهرت خورده است؟ بله. بسیار خوب، بسیار عالی. کمکم میکنی امروی مادر تا خانه؟ کمتون.
راست بر ما میگینی؟ چی کارا رو کمک میکنی؟ خوب بوشه، گفتا نمیتونم. چرا؟ هر کار پیش بیه میکنم. خب، کبر نداره در کارا دیگه. اگه بگه عمر برون ظرفا داشت بس خانه است، عمر بشوی باز عمر دیگه. آستینای خدا بالا میکنه، میره دیگه. ظرفا رو میشویه. یک روز شوشتی؟ سخت بود کارش یا آسان؟ آسان. آسان بود بسیار عالی. در بین معلمات کدام معلم تا زیاد خوش داری و درسش هم خوب یاد میگیری؟ کل استادای. کل استادات خوب است؟ بله. و درسش هم خوب یاد میگیری؟ بله. از هم صنفیات که زیادتر صمیمی هستی در صنف نام سه دانش بر ما بگی. سه دانش که صمیمی هستی، همیشه کسشان قصه میکنی، کتابایت همیشه برشان میتی. آرش. آرش. سمیر و بسام. و چی؟ بسام. بسام. بله. بسام اسم پسر است؟ بله. بسیار مقبول، چقدر نام مقبول. برشان چی گفتنی داری امیاله؟ هر جوی که هستن خوش آرام باشن. خوش آرام باشن. داری کلام هست، کامل باشن. بسیار عالی. قدر خوب صحبت میکنه عمر جان. در خانه تمرین کردی یا از مطالعه زیادت است؟ از مطالعه زیادم هست. زیاد کتاب خواندی از خاطر. گفتم میتونی چند کتاب خواندی برم؟ 5 کتاب خواندی. تا حال 5 کتاب خواندی. تصمیم داری کتابای آینده‌ای که بخونی چه رقم کتابا باشه؟ درباره فن بیان باشه. فن کتابا. وقتی قدر فن بیان دوست داری، حتما میخوای آینده یک سخنور شوی. بله. در مجلس های کلان سخنرانی کنی، همیشه یک میزبان خوب باشی، یک گرداننده بسیار خوب باشی. همین رقم است؟ بله بله. بسیار عالی. گفتنید برای کسایی که هیچ مطالعه نمیکنند چیست؟ گفتنی میسته که باید همیشه مطالعه کنن و به خاطر این مطالعه به دردشون میخوره. اگر مطالعه نکنن از خبر آگاه نمیشون. پس باید همیشه مطالعه کنین. بسیار خوب. تلویزیون هم میبینی گاهی اوقات؟ بله. زیاد چی رقم یک برنامه را خوش داری؟ خب معلوماتی باشه، فیلم باشه، کارتونی باشه یا مثل برنامه ما باشه؟ مثل برنامه شما. این رو بخاطر گفت کار که در برنامه ما هست دیگه. خب بسیار زیاد خوشحال شدم از آمدن تو عمر جان. امیدوارم موفق باشی، امیر رقم همیشه سبز باشی و من خودت برنامه بعدی خود داشتم و ازت خود پرسان کردم که چقدر کتابای مقبول دیگر خودت خواندی. درست. خیلی زیاد خوش آمدی. زنده باشی. موفق باشی. بله عزیزا، کودکای عزیزی که آمادگی دارین بر رخصتی، امیدوارم مثل عمر کتابهایتان را خریده باشین و حتما بر رخصتی مطالعه کنین. مثل عمر یک سخنور بسیار خوب میشن شما همچنان. وقفه بسیار کوتاه در ادامه با شما خواهد بود. ما فراموش نکنید.